دوستان عزیز، مجددا خوش آمدیم و تشکر از اینکه برنامه روی خط زندگی را تماشا میکنین. هفته ای اخوت است و بحثی که در این هفته خیلی متمایز و پر اهمیت بحث وحدت است و وحدت یکی از مؤلفه های بسیار مهمی هست که در دین مبین اسلام تاکید بسیار زیاده شده، بحث وحدت و حل اختلاف. حالا اگر اختلافی هم در یک اجتماعی با وجود می آید، باید به دنبال راه حل هایی باشه که لطمه ای به امت های اسلامی وارد نکنه. میخوایم مفصل تر در رابطه با بحث وحدت و حل اختلاف از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام با توجه به هفته ای که قرار داریم، هفته اخوت، بیشتر برای شما از این صحبت کنیم و ببینیم که پیامبر گرامی اسلام، دین مبین اسلام، چه نظر معقولی در پیوند با وحدت و حل اختلاف هایی که در اجتماع به وقوع می پیونده داشت. مهمان گرامی ما خانم آشوری هستن، کارشناس امور دینی، و خدمت شما این موضوع مهم به اتفاق ایشان تقدیم میکنیم. سلام بر شما خانم آشوری، خوش اومدید. سلام علیکم، زنده باشین. تشکر. زنده و سلامت باشین، خیلی خیلی خوش اومدین. بحث وحدت و اختلاف، حل اختلاف از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام. حالا فکر میکنم صحبت وحدت یکی از صحبت‌های پر اهمیته، می‌خوایم که روش یک مقدار بیشتر تمرکز کنیم. منظور از وحدت، یا بهتر بگم وحدت اسلامی، دقیقاً چه چیزی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیزی که فعلا ما را از پرده تلویزیون تمدن تماشا میکنن، و هفته وحدت خدمت همه مسلمین جهان تبریک عرض میکنم. و پیشاپیش میلاد پیامبر عزیز اسلام و نواده گرامیشان حضرت امام صادق علیه السلام هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدیم، مقدمتا باید عرض بکنیم که خود وحدت باید تعریف بکنیم که وحدت یعنی چی. وقتی ما وحدت در لغت میخوایم بررسی بکنیم، وحدت به معنای یک پارچگی، به معنای یکی بودن هست. و در اصطلاح خود وحدت به معنای این هست که یک امت بیاین اختلافات مذهبی خودشان را در نظر نگیرن و همیشان در یک صف در مقابل دشمنان خودشان، یعنی در مقابل دشمن مشترکشان استاد شوند. حالا با توجه به این تعریفی که از وحدت داشتیم، مقصود از وحدت چی هست؟ سه احتمال میتونه داشته باشن منظور از وحدت اسلامی. احتمال اول این هست که وحدت اسلامی را ما به معنای این بگیریم که ما از میان مذاهب اسلامی یکی را به عنوان مذهب برتر انتخاب بکنیم و ما بقیه را رها بکنیم. احتمال دوم این هست که ما مشترکات مذاهب اسلامی را در نظر بگیریم و او را بگیریم، نکات اختلافیش را بگذاریم و از این نکات مشترک ما یک مذهب جدید را ابداع و اختراع بکنیم. و احتمال سوم که در مورد وحدت اسلامی داده میشه این هست که مذاهب اسلامی، پیروان مذاهب اسلامی بیایند در کنار هم با توجه به اختلافاتی که دارند در مقابل دشمن مشترکشان استاد شوند. با توجه به این احتمالات سه‌گانه گفته میتونیم که وقت علما و دانشمندان اسلامی در مورد وحدت اسلامی صحبت میکنن، یقینا احتمال اول و دوم نیست. وقتی احتمال اول و دوم رد شد، یقینا احتمال سوم ثابت میشه که منظور از وحدت اسلامی یعنی این که با توجه به اختلافاتی که مذاهب اسلامی داره، که البته اختلافاتش جزئی هست، نکته های مشترک در نظر بگیرن و بیاین در مقابل دشمن مشترک خودشان استادگی بکنن. بله، تشکر و سپاسگزاری میکنم از شما. پیامبر گرامی اسلام در طول عمر پربرکتشان همیشه تاکید داشتن بر ای که بتونن واژه وحدت و اخوت میان امت اسلامی برپا کنن، علم کنن، و همه تلاش هایشان هم در این راه بود. و فکر میکنم یک یادگار مهم، یک سرمشق مهم برای همه ما باقی گذاشتن، این که همه امت‌های اسلامی در هر کجایی که زندگی میکنن باید توجه داشته باشن به اینکه به دنبال اخوت، برادری و برابری و وحدت باشن. امروز متاسفانه در بلاد اسلامی شاهد بعضی از نفاق ها، تفرقه ها هستیم که متاسفانه میشه گفت زندگی یک مسلمان، یک جامعه اسلامی را با مشکلاتی هم روبرو ساخته. عامل اصلی تفرقه و نفاق در کشورهای اسلامی یا جوامع اسلامی چه چیزی هست؟ وقتی ما بیم تاریخ ادیان، تاریخ جامعه انسانی را مورد بررسی قرار بدیم، مخصوصا تاریخ اسلام، عوامل اختلاف در بین مذاهب اسلامی میتونه متعدد باشه.
که مهمترین عاملی که باعث شده پراکندگی، دوگانگی و تشتت و تفرقه بین مذاهب اسلامی ایجاد شود، جهل و عدم آگاهی است. و این عدم آگاهی هم مربوط شخص خود فرد می شود و هم مربوط دیگران می شود. وقتی یک شخص را ما در نظر بگیریم که از اعتقادات و مبانی عقیدتی خودش آگاهی کامل نداشته باشد، طبعا از همون اعتقادات دیگران هم نمیتونه آگاهی کامل داشته باشه. وقتی اینا آگاهی نداشت، در صدد این هستن که میآیند بر مذاهب دیگه گزینه هایی را میچسبانن که بالاخره باعث تفرقه و باعث تشتت میشن. وقتی ما میایم در زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگاه میاندازیم، میبینیم که در زمان پیامبر اسلام هم اختلافاتی بوده. از جمله در زمان جاهلیت دو قوم اوس و خزرج وقتی ما مورد مطالعه قرار بدیم تاریخشان رو میبینیم که اونها خیلی اختلافات شدید داشتن، ولی زمانی که پیامبر عزیز اسلام به بعثت رسید، خدای متعال دستور داد به حضرت پیامبر اسلام که دین اسلام دین اخوت است، دین برادری هست. اینجاست که قبل از هجرت پیامبر عزیز اسلام آمدن یک عقد اخوتی را بین اون افرادی که در مکه بودن آمدن ایجاد کردن، که این خود نشانگری این هست که پیامبر عزیز اسلام در زمان خودشان هم اهتمام ویژه‌ای نسبت به وحدت اسلامی داشتن. بله، تشکر. سپس حالا قبل از اینکه در رابطه با بحث وحدت از دیدگاه قرآن صحبت کنیم، خب شاهد این موضوع در جامعه خود هستیم که کم و بیش تفرقه و نفاق وجود داره و عوامل پیچیده و مهمی هم در این موضوع دخیل هستن. وظایف یک مسلمان هوشیار و آگاه در برابر چنین دسیسه های دشمن که تانسته تا این حد وارد دین مبین اسلام و جوامع اسلامی نفوذ کنه چی هست؟ چقدر باید هوشیار و بیدار عمل کنن؟ عذرخواهی میکنم، ببخشید خانم آشوری، اگر موافق باشین که میان برنامه‌ای داشته باشیم و بعد از اون، چون بحثم خیلی مهم است و پیچیده، مفصل‌تر در بخش بعدی صحبت کنیم. مشکلی نیست. دوستان عزیز، تشکر از توجه شما. از میان برنامه آمده نشر است. ببینیم و بعد از اون بخش بعدی برنامه رو فراموش نکنید. مجددا خوش آمدین دوستان عزیز. صحبت در رابطه با وحدت و اختلاف، حل اختلاف از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام است و بحث مهمی که در قسمت قبلی داشتیم بحث عوامل تفرقه و نفاق در بین امت‌های اسلامی است که خانم آشوری به نکات بسیار مهمی اشاره داشتن. خانم آشوری، یک بار دیگه سوال خودم مطرح میکنم خدمت شما، وظیفه مسلمان چیست در برابر چنین دسیسه هایی که نفوذ کرده در جامعه اسلامی؟ چقدر باید هوشیارانه و آگاهانه عمل کنند؟ مهمترین وظیفه یک مسلمان این هست که سطح آگاهی خودش نسبت به مشترکاتی که بین مذاهب اسلامی هست بالا ببره. به خاطر اینکه وقتی ما مذاهب اسلامی را میسنجیم، مذاهب اسلامی نکته های مشترک خیلی زیادی دارن، از جمله اینکه همیشون خدا یگانه را پرستش میکنن، اعتقاد دارن به نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، همیشون رو به یک قبله نماز میخوانن، همیشون یکسان روزه میگیرن، همیشون یکسان ازدواج میکنن. پس با توجه به اینکه نکته های مشترک بین مذاهب اسلامی زیاد هست، باید سطح آگاهی مردم باید بالا بره تا اینا بتانن در مقابل دسیسه های دشمن قد علم بکنن و بتانن پاسخ دندان شکن در مقابل افرادی که میخواین در صدد تفرقه و اختلاف افغانی بین مذاهب هست اینا پاسخ بدن. تشکر و سپاس. و فکر میکنم بله، چون این هوشیاری میتونه در واقع یک جواب نه و منفی در برابر تمامی دسیسه هایی باشه که دشمنان به کار میبرند. بسیار خب، بحث وحدت یکی از موضوعات بسیار مهم و اکید دین مبین اسلام است. قرآن این کتاب آسمانی و پر از نور، پر از برکت، که در واقع کتاب هدایت برای همه بشریت هست، چه نگاه متفاوتی نسبت به مسئله وحدت داره؟
وقتی ما نگاه به آیات قرآن کریم میپردازیم، متوجه میشیم که قرآن یگانه منادی اخوت، همبستگی و همدلی هست در بین مسلمان ها. وقتی آیات قرآن مورد مطالعه قرار بگیره، فهمیده میشه که خدای متعال در قرآن کریم بیش از 50 مورد، یعنی بیش از 50 آیه از قرآن در مورد وحدت و همبستگی هست. بله. وقتی آمار آیات ما در مورد وحدت بررسی میکنیم، میبینیم که پس خدای متعال اهتمام خیلی ویژه‌ای در مورد وحدت داره. از جمله آیاتی که میتونیم به او تمسک بکنیم، آیه 103 سوره آل عمران هست که خدای متعال میفرمایند و اتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حالا همونطوری که خدای متعال در قرآن نماز بر مسلمان ها واجب کرده، روزه را واجب کرده و تکالیف دیگری را بر مسلمان ها گذاشته، در این آیه از قرآن واجب کرده که ما مسلمان ها باید دست به دامن حبل الله باشیم، یعنی دست به دامن چیزی باشیم که باعث شوه ما را به خدا برسانه. و این خود دلیل میشه بر این که وحدت و یگانگی در قرآن از اهمیت بالای برخوردار هست. یا در سوره انبیاء آیه 92 خدای متعال میفرمایند که این هذه امتکم امتا واحدتا، این امت امت شماست، امت یگانه. خب حالا در اینجا نگفته که این امت اسلامی باید آیا عرب باشه یا عجم باشه، این امت اسلامی از کدام کشور باشه، چی رنگ داشته باشه، از کدام نژاد باشه. وقتی میگه این هذه امتکم امتا واحدتا، همه رو زیر چتر وحدت میاره. وقتی همه زیر چتر وحدت آمد، اینجا دیگه اختلافات زبانی، اختلافات لسانی، اختلافات منطقه‌ای هیچ کدامش مورد توجه قرار نمیگیره. فقط نزد خدای متعال همین یک نکته اهمیت داره و او این هست که همه باید ایمان به خدا بیارن و همه موحدانه خدا را بپرستن و همیشان زیر چتر وحدت زندگی بکنن و اختلافات منطقه‌ای، اختلافات نژادی، اختلافات لسانی را هیچ وقت پررنگ نسازن، تا در حقیقت همین اختلافاتی که بین مذاهب هست بارز نشود. بله، تشکر. و دقیقا این مثل نمونه رفتار و سیره رفتاری پیامبر گرامی اسلام است که برایشون تفاوتی نداشت که شخصی سیاه باشه یا سفید، برده باشه یا آزاد، یا عرب باشه یا عجم، برایش همه یکسان بود و دست همه رو در دست یک دیگرشان قرار میداد. و به قول شما، تعریفی که شما داشتین، تقوای الهی تنها چیزی بود که ملاک برتری انسان ها بود. سپاسگزاریم. جلوه هایی از وحدت و انسجام اسلامی در زندگی پیامبر اکرم چگونه بود؟ میخوایم به بحث و گفتگو بگیریم موضوع شما. وقتی ما تاریخ زندگانی پیامبر عزیز اسلام مورد مطالعه قرار میدیم، از روزی که پیامبر عزیز اسلام به بعثت رسیدن، موظف بودن که میان مؤمنین و میان افرادی که اسلام میارن باید یک پارچگی باشن. وقتی که حضرت پیامبر اسلام میخواستن هجرت بکنن به مدینه منوره، همین که رسیدن به مدینه منوره، سه تا پیمان مهم را بین افراد به امضا رساندن. پیمان اول با افرادی بود که در مدینه زندگی میکردن. حالا در مدینه فقط مسلمان ها نبود، بلکه یهودیان هم بودن که در خود داخل شهر مدینه زندگی میکردن. با این پیمان پیامبر عزیز اسلام آمدن اعلام کردن که هیچ یک از مسلمان ها حق نداره تعدی بکنه به یک یهودی و هیچ یک از یهودی حق نداره تعدی و تجاوز بکنه به حقوق یک مسلمان. پیمان دیگری را که پیامبر عزیز اسلام آمدن، یعنی پیمان صلح را امضا کردن، میان خود مسلمان ها بود. گرچه پیشتر هم اشاره کردیم که پیامبر عزیز اسلام در زمان رسالت خودشان دو بار از طرف خدای متعال موظف شدن که بیاین عقد اخوت بین مردم ایجاد بکنن. عقد اخوت اول قبل از هجرت بود، عقد دوم بعد از هجرت بود که در مدینه منوره بود. حالا وقتی تاریخ ما مورد مطالعه قرار میتیم، میبینیم که در اون پیمان اخوت هیچ یک از مسلمان ها بر دیگری برتری نیافتند. به گونه ای که عرب با عجم، عجم با عرب، اویی که مهاجر بود با انصار، اویی که انصار بود با مهاجر، برادر شدن. و این خودش دلیل میشه بر این که پیامبر عزیز اسلام یکی از دغدغه های فکریشان از زمان بعثتشان تا زمانی که پیامبر عزیز اسلام رحلت کردن، همی بود که همه مسلمان ها زیر چتر وحدت باشه و تک تک عملکردهای پیامبر
نشانگر این بود که پیامبر عزیز اسلام اهمیت والایی را بر وحدت و یگانگی و یکپارچگی مسلمانان قائل هستند. بله، زنده و سلامت باشند. خانم آشوری، موضوعی که مهم است بحث ای است که این انسجام و وحدت بین همه امت‌های اسلامی همیشه باید برقرار باشند. گاهی اوقات در بعضی از جوامع، بعضی از جامعه اسلامی، حالا میتونم جامعه خودم زیر مجموعه این موضوع قرار بدم، اختلافاتی به وجود میاد میان امت‌های اسلامی، میان مسلمانان، که نباید با درایت و آگاهی که دارن نباید اجازه بدن که این اختلافات لطمه به زندگی اجتماعیشان وارد کنه. حل اختلافات در جوامع اسلامی، در یک جامعه‌ای که ما در کنار یک دیگر به دور از هر گونه مسئله نژادی و مذهبی زندگی میکنیم، چگونه باید باشه؟ خب، وقتی ما به احادیثی که از پیامبر عزیز اسلام وارد شده دقت بکنیم، به این نتیجه میرسیم که خود پیامبر عزیز اسلام در او زمان هم وقتی اختلافات بین مسلمین ایجاد میشد، با سیره عملی خودشان می آمدن اختلافات حل می کردن. بگونی که در یک از احادیث پیامبر عزیز اسلام آمده که المؤمنون کالنفس الواحده، یعنی مؤمنون و مسلمان ها مثل یک روحن. خب، حالا اختلافات جزئی که در بینشان هست باید با بینش، با فکر باید حل شود. باید بین مسلمان ها گفتگوهایی باشه که با واسطه این گفتگوها و با واسطه بالا بردن سطح دانش خودشان بتانن این اختلافات حل بکنن. در غیر این صورت که اصلا مطالعه نداشته باشن یا آگاهی نسبت به دین مقدس اسلام نداشته باشن، این اختلافات حل نخواهد شد. بله، زنده و سلامت باشن. حالا بحث مهم وحدت ملی، وحدت و اتفاق، یعنی اتفاق نظر، اتفاق در زندگی اجتماعی، یکی از موضوعات مهم هست که حالا ما به بحث و گفتگو گرفتیم. همه مسلمان باید تلاش بر این کنند که به دنبال بی‌گمشدگی خود در زندگی فردی اجتماعی خود باشند، بتوانند وحدت در زندگی خود، اخوت و برادری و برابری را به میان بیارن. اگر خدای نخواسته در یک جامعه اسلامی دیگر حرفی از وحدت، اخوت نباشه، چه مشکلاتی به وجود میاد؟ مشکلاتی که از اختلافات که بالاخره پیش بینی میشه یا بالاخره پیش بینی نمیشه پیش میه، مشکلاتش خیلی زیاد هست، به گونه‌ای که جوامع انسانی حتی تهدید خواهد شد. وقتی ما یک امتی را، یک جامعه را در نظر بگیریم، اینا وقتی اختلاف داشته باشن و سری نکته های ضعف همدیگر انگشت بگذارن و نکته های ضعف همدیگر را بیاین بزرگ نشان بتن، هیچ کدام اینا نمیخواد مورد نقد قرار بگیره. وقتی هیچ کس نخواست مورد نقد قرار بگیره، اینجاست که همه میخواد سیطره پیدا بکنه نسبت به گروه دیگر، و اینجاست که جوامع انسانی تبدیل به جوامع حیوانی میشه. چرا وقتی ما یک جنگل در نظر بگیریم، اونجا دیگه اتحاد نیست، هر یک از حیوانات میخواد خودشان به تومه خودشان برسن. اینجا وقتی در جامعه هم تفرقه باشه، اتحاد هم بستگی نباشه، اینجا هر کس میخواد به نفع خودش کاری بکنه. وقتی هر کس به نفع خودش کار کرد، اینجاست که این جامعه انسانی تهدید میشه و تبدیل به یک جامعه حیوانی خواهد شد. بله، با تمسک به آموزه‌های دینی اسلامی ما و او دستوراتی را که دین مبین اسلام برای هر مسلمانی بر جای گذاشته در زندگی اجتماعی ما، و با نگرش زیبا، دقیق و منطقی به زندگانی پیامبر گرامی اسلام و تأکیدی که ایشان در پیوند به مسئله وحدت داشتن، راه‌های به دست آوردن یا به میان آوردن وحدت در بین جامعه اسلامی از دید شما چگونه هست؟ مهمترین چیزی را که باید مسلمان‌ها دقت بکنن این هست که باید دیگر پذیر باشن. یعنی دیگر پذیری خودش میتونه یکی از راهکارهایی باشه که ما بتانیم اتحاد و همبستگی ملی را در جامعه انسانی و مخصوصا جامعه اسلامی به میان بیاریم. وقتی انسان همدیگر پذیر نباشه، اینجا هست که هر کسی به خودش توجه میکنه و این خودش دلیل میشه، یا خودش دلیل میشه بر این که نتانه اون اتحادی که در یک جامعه باید باشه به وجود بیاید.
بله، یعنی دیگر پذیر خودش میتونه یکی از راههایی باشه که اتحاد یک جامعه حفظ شه. آها، یعنی منظور شما دقیقاً این است خانم آشوری که ما به عنوان یک مسلمان باید برادر مسلمان خود، برادر دینی خود به عنوان یک مسلمان دیگر بپذیریم. همه حقوق و مزایایی که ما به عنوان یک شهروند و یک مسلمان داریم برای دیگران هم عین این موضوع را قائل باشیم، تا اینکه در یک جامعه همه ما از صلح سرتاسری و اخوت و برابری مستفید شدن. درست است؟ تشکر. چه آثار نیک و زیبایی میتونه به همراه داشته باشه واژه وحدت در بین امت اسلامی، وقتی در یک جامعه ای که همه در کنار یک دیگر زندگی میکنن در صلح و صفا و صمیمیت و دیگر هیچ صحبتی از تفرقه و نفاق و کینه توزی نباشه، وحدت چه زیبایی های رو در زندگی های اینها به بار میتونه بیاره؟ مهمترین چیزی ره که یک جامعه موحد، یک جامعه که متحد هستن به دنبال خودش داره، اون الفتی است که در آیه قرآن هم به او اشاره شده. در قرآن کریم خدای متعال می فرماید که شما زمانی که در جاهلیت به سر می بودین با هم دیگر دشمن بودین، و همین که شما به دین اسلام روی آوردین خود این یک الفت بین شما هست، و خود اتحاد، همبستگی و همدلی الفت و مهربانی و محبت بین مردم به وجود میاره که خود این محبت زمینه های پیشرفت جامعه انسانی رو می تانه به بار بیاره. بله، تشکر، سپاس. و در پایان صحبت آخر شما رو در پیوند با این موضوع میشنویم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. پیامی که من برای همه مسلمانان جهان، مخصوصا جامعه خود ما دارم، این هست که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که هم برادران محترم اهل سنت هست و هم برادران محترم اهل تشیع هستند. باید همدیگر خودشان را بپذیرن و در نهایت آگاهی پیدا بکنن نسبت به اون عقاید همدیگر و نسبت به مبانی اعتقادی همدیگر. اگر اینا بیاین سطح آگاهی خودشان را بالا ببرن، متوجه میشن که هیچ اختلاف بین ما نیست. وقتی اختلاف نبود، پس چرا ما بین همدیگر یا بجان همدیگر بیفتیم؟ این هست پیام من که باید همدیگر را قبول بکنن. سپاسگزارم از شما، تشکر و سپاسگزاری میکنم و برای شما روزی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، تشکر از توجه شما عزیزان. در هفته ای اخوت قرار داریم و امیدوار هستم که دوستان از یک مقدار نگرش داشته باشیم، یک مقدار تأمل و تفکر کنیم در پیوند با واژه زیبای وحدت. همه ما هوشیار و آگاه باشیم، مبادا فرصت بتیم با دشمنان اسلام، با دشمنان انسانیت و دشمنان افغانان که با تفرقه ها و دسیسه هایی که دارن وارد زندگی های ما شد و برادری و اخوت و برابری ما را دور کنن و به جای از اون نفاق و تفرقه را بیاره. ما همه مسلمان هستیم، دین ما اسلام است و قبله مشترک و کتاب مشترکی داریم. هیچ تفرقه میان ما نیست و امیدوار هستم که پاینده باشه اخوت، برادری و برابری میان همه مردمان عزیز افغانستان. و برنامه ما هم در همین جا به پایان رسیده و امیدوار هستم که مورد توجه شما ازان قرار گرفته باشه. میتونید سری بزنید به یوتیوب تلویزیون تمدن و همه برنامه های ما رو در اونجا میتونید تماشا کنید که آدرسش هست tamadontv.com. و خبرهای تازه افغانستان جهان هم هست در وبسایت سایت تلویزیون تمدن که شما میتونید در اونجا ملاحظه کنید. برای شما ازان آرزوی صحت و سلامتی میکنم. تا برنامه دیگر شما ازان رو به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.